وقتی میگم باید بعد از جنگ در مورد شکست اطلاعاتی و اینکه چه چیزی اشتباه انجام شده صحبت کنیم، دلایل خاصی دارم. این چیزیه که من هرگز نمیخواستم بگم و هرگز نمیخواستم اینطور فکر کنم که نخست وزیر قادر به مدیریت اوضاع نیستش. من میدونم که این چیزی نیست که در این زمان باید گفته بشه. ما سیاست رو قاطی نمیکنیم، اما این راجع به سیاست نیست. سوال اینجاست که آیا نخست وزیر توانایی داره؟ افراد بسیار بیشتری در اسرائیل وجود دارن، افراد بسیار توانا که میتونن اوضاع رو مدیریت کنند. بنیامین نتانیاهو باید کنار بره. آنچه که درباره‌اش خیلی شک و تردیدی وجود نداره اینه که تهران داره از حماس و حزب الله و حوثی‌ها حمایت میکنه. با وجود اینکه در حال حاضر ناوهای هواپیمابر آمریکایی در منطقه هستن، حوثی‌ها تلاش میکنن پهپادهاشون رو به سمت اسرائیل بفرستن و همینطور موشک‌هاشون رو. حزب الله همچنان در حال حمله است. آیا فکر میکنید این امر اجتناب ناپذیره که در مقطعی با ایران هم درگیری رخ بده؟ ببینین، درگیری همین الان هم با ایرانه. حماس بازوی دراز شده ایرانه. حزب الله بازوی دراز شده ایرانه. حوثی ها بازوی دراز شده ایران هستند. ایران در مرکز همه اینا قرار داره. بدون حمایت مالی و تسلیحاتی و حمایت سیاسی ایران در این منطقه جغرافیایی، حماس نمیتونه هیچ کاری بکنه. بنابراین ایران درگیره. سوال اینه که ایران چگونه درگیر خواهد شد؟ آیا ایران در مقطعی وارد رویارویی مستقیم با اسرائیل خواهد شد؟ یا ایران ترجیح میده همونطور که من فکر میکنم از طریق نیروهای نیابتیش عمل کنه؟ با توجه به حمایت‌های مالی و عملیاتی و سیاسی که ایران از حوثی‌ها، حزب الله، بقیه شبه نظامیاش در عراق و سوریه میکنه، من فکر میکنم که ایران ترجیح میده از طریق این نیروها با اسرائیل بجنگه. اما ترجیح اسرائیل چیه؟ من میدونم که ایران ترجیح میده از نیروهای نیابتی استفاده کنه، اما اسرائیلی ها چی میخوان؟ آیا اونها میخوان به هدف اصلی هم ضربه بزنن؟ فکر نمی کنم اسرائیل در این مقطع علاقه خاصی به رویارویی مستقیم با ایران داشته باشه. اما اگه حماس رو ریشه‌کن کنیم، ضربه بزرگی به استراتژی های منطقه‌ای ایران خواهد خورد، چون ایران یک استراتژی داره و اونم تلاش برای برهم زدن تعادل در منطقه است. شاید برای اینکه میخواد در نهایت بر کل منطقه تسلط داشته باشه، اما این اتفاق نخواهد افتاد. دو راه برای جنگ با ایران وجود داره. اونا استراتژی خودشون رو دارن که با عملیات حماس اونو به اجرا گذاشتن. خب ما هم استراتژی خودمون رو داریم. بسیاری از ایرانیان میفهمن که اسرائیل چقدر میتونه مرگبار و خطرناک باشه. بنابراین من مطمئن نیستم که هیچ ایرانی باید بتونه احساس امنیت کنه. وقتی دولت اونا دولت اسرائیل رو تحریک میکنه، راههایی وجود داره که ما میدونیم چگونه این کار رو بدون حمله مستقیم به تهران انجام بدیم. واضحه که نگرانی های جدی در اسرائیل در مورد برنامه هسته ای ایران وجود داره. شما در دوران نخست وزیریتون به تأسیسات هسته ای سوریه حمله کردید. آیا فکر میکنید این احتمال در مورد برنامه هسته ای ایران هم وجود داره؟ برنامه هسته‌ای ایران متفاوته. برای اینکه یک مکان مرکزی که بخش‌های مختلف رو هدایت کنه وجود نداره. تأسیسات اونا در همه جای ایران پخشه. بنابراین اگه شما یکی از تأسیساتشون رو نابود کنی، همه چیز از بین نمیره و اونها میتونن اون تأسیسات رو نسبتاً سریع بازسازی کنن و به کارشون ادامه بدن. بنابراین شما باید یک راه حل متفاوت داشته باشین تا بتونید با برنامه‌ها و استراتژی‌های برنامه هسته‌ای ایران مقابله کنین. من فکر می‌کنم که این واقعیت که ایران تا امروز به تسلیحات هسته‌ای دست نیافته تا حد زیادی به دلیل کارهایی که ما در این سالها انجام دادیم، و فکر میکنم راههایی برای مقابله با اونا داریم که باز هم متاسفانه نمیتونم اونا رو با شما در میون بگذارم. فقط امیدوارم مردم ایران بدونن که جنگ ما با ایران به طرق مختلف بسیار ناخوشایند خواهد بود. ما بر علیه دولت ایران و استراتژی ها و تجاوزگری ها و دشمنی و نفرت پراکنی های ایران خواهیم جنگید. ما با مردم ایران نمی جنگیم. ما پیشینه روابط عالی با ایرانیان داریم و امیدوارم روز این روابط احیا شه. اما ما باید با دولت ایران به دلیل استراتژی ها، جنگ طلبی ها، خصومت ها، خشونتی که از خود نشون میده برخورد کنیم.